بسم الله الرحمن الرحیم اطفال نازنین نوجوانان نونهالان عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکت عزیزا می فهمین که امروز می خواهیم در رابطه با چی گپ بزنیم امروز می در رابطه با دوست خوب گپ بزنیم ما چه قسم دوست خوب انتخاب کنیم دوست خوب ما باید چی صفات داشته باشه آه اگر دوست ما دوست خوب نبود این صفات در وجودش نبود که تزو چی کنیم احمد جان احمد جان ابو بکر جان به نظر شما دوست خوب کیست دوست خوب احمد میگه احمد میگه دوست خوب اموز که خوب چاکلیتکا داشته باشه در دا مکتب که میایه خوب ککاو با ما بیاره محمود دوست خوب به نظر خود چیست؟ محمود میگه که دوست خوب اموز که همیشه کار خانگی رو انجام بده خب خو... ابو بکر تو بگو ابو بکر میگه که دوست خوب استاز زموز که همیشه ترامپ در مادره کنم درس بخوانم احترام بزرگه را داشته باشه همیشه با کسایی که در یک جای است که شان شفقت محبت و دوستی داشت آفرین ابو بکر خوب گپ زد او دو تا دیگه احمد و محمد که گفتن وا تنبل هستن نه بچه هم. خب حالا بیایم عزیزا ببینیم که اسلام چی میگه چه قسم ما دوست خوب داشته باشیم دوست خوب ما کدام صفات داشته باشه اولی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میگه که دوست انتخاب کنید و دوست خوب مانند عطر است مانند گلاب است هم به شما بوی خوشش هم به خودش بوی خوب و خوش احساس میکنه و میگه دوست بد مثل دم آهنگر است شما دیده باشیم کوره های آهنگر ها را که در اوج آینه میمانن آین نرم میشه باز که چکش میزنن میزنن تو آینه چیزی که وا میخواین درست کنن بر خدا میگه که دوست بد مثل اون کوره آهنگر است وقتی که پف میکنه او رو میبینی که از او آتشش باد میشه ذرای خاک سر باد میشه دودش میاد میگه دوست بد اونطور است اگر بخوایی که دوست بد انتخاب کنی او نه هم آتش هست گردش هست غبارش هست دودش هست خاک سرش کلش به بدرت میاد اما اگر دوست خوب انتخاب کنی امو می باشه که دیگه عطرش خوبیش صفاییش بر تو می رسه. پس اطفال نازنین نوجوانان گرامی کوشش کنید تا دوستای خوب انتخاب کنید دوست که اخلاقش خوب است دوستی که به پدر مادر خود احترام میمانه دوستی که به بزرگای احترام میمانه دوستی که نماز خود میخونه دوستی که عقیدهش خوب است دوستی که کالا پوشیدنش خوب است دوستی که غذا خوردنش خوب است دوستی که ها کمک میکنه پیر میبینه جوان میبینه دستش میگیره اینی دوستای خوب است پس کوشش کنین اطفال نازنین نوجوانای عزیز نونهالای عزیز احمد جان محمود جان محمد جان این تو دوست انتخاب کنین که ابو بکر گفت این قسم دوست اگر ما انتخاب کردیم در روز محشر هم با دوست دوستای خود هستیم با پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث بسیار زیبا میفرمه میگه که کسی که یک کس دیگر را دوست میگیره و او را دوست داره در روز آخرت هم که هست باز پیامبر میگه که از صاحب و صاحتون انسان که از امرای یک کس هم صحبت بود امو خویش و امو خواسش میگیره با مخاطر میگن که یک شیر بسار خوب است میگن با بدان کمتر نشین که درمانی خوب پذیر است نفس انسانی با انسان های بد نشینه چرا؟ میگه نفس انسان خوی میپذیره خوبی, می خوبی امورا بدی ازورا باز انسان قبول میکنه باز ببینی که خدای نخواسته دوستتان آدم خراب است شما خراب میشه

بعد پس دوست خوب کی هست عزیزا دوست خوب اونمو هست که احترام میکنه شفقت داره مهربان است با بزرگاک خوبی میکنه پدر مادر خود احترام میکنه و درس خدا میخونه و احترام معلم خدا داره اینی بود عزیزا برنامه امروزی ما تا برنامه دیگه شما را به خدای منان میسپارم خدایا رو مددگارتان